بیمارانی که باهاشون برخورد داشتن باهاتون صحبت میکنم، باز بعدی که در موردش اطلاعات بگیرید. من صحبت هم رو به انتها میرسونم. در پایان تشکر میکنم از اینکه خیلی عالی و به طور پرزدن گوش کردید. خودم لذت بردم و از این جمعیت انرژی گرفتم. خواهش من ازتون اینه که گالادرما رو جدی بگیریم، جدیتر از هر چیزی که تا امروز باهاش برخورد داشتیم. امتحانش بکنید بدون تردید، بدون ترس. ما میتونیم با این خرد جمعی و با اطلاعاتی که به همدیگه میدیم و به اشتراک میذاریم نقص همدیگه رو پوشش بدیم. مقصود ما بی نقصه. اگر نقصی وجود داره هست، کمبود اطلاعات من و شماست. پس بیاییم در مورد یه همچین مقصود فوق‌العاده اطلاعاتمون رو بالا ببریم تا بتونیم هر کسی که در مسیر ما قرار میگیره بهش کمک بکنیم. اول از همه خودمون رو خانوادمون و بعد به دوستان و اطرافیانمون. من از خانم محبی عزیز درخواست میکنم تشریف بیارم اینجا با شما دوستان. ازتون بگیرم. به نام خدایی که انسان را آفرید. دوستان عزیزم سلام. سلام. بنده محبی هستم، پرستار بیمارستان قائم مشهد. 3 ماه تقریبا با این قارچ گالادرما آشنا شدم و اطلاعات هم بیشتر کردم. سعی کردم رو بیماران حالا کیس های مختلفی کار کنم. با پزشکان چند تن پزشکان بیمارستانمون هم صحبت های انجام دادم و استارت کارهای تحقیقاتی رو حتی شروع کردم باشون. یه سری مطالب براشون فرستادم و قرارهای هفته پیش و هفته بعد ست کردم که بتونم استارت کار تحقیقاتی رو توی زمینم بزنم و انشاءالله بتونم مقاله های علمی ثابت شده هم در کشور عزیزمون ایران هم داشته باشیم که بهتر بتونیم روی محصول واقعا خاص و اصلا باید بگم معجزه آسا صحبت کنیم. من بیماران مختلفی رو کار کردم روشون و چون بیماران زیاد بود سعی کردم حالا بنویسم، سعی کنم از هر مورد کیسی رو برای شما عزیزان معرفی کنم. موردی داشتم، دختر 13 ساله‌ای که تقریبا 3 سال بود مشکل افزایش قد داشت، یعنی رشد قدیش متوقف شده بود. بعد از اونجا که کافه سوپریم ما هم گانودرما داره و هم جنسین داره، پیشنهاد دادم که کافه سوپریم رو استفاده کنم. بعد از استفاده برای چیزی که برای خودم خیلی تعجب آور و عجیب غریب بود این بود که دقیقا بعد از استفاده 10 بسته از این محصول به صورتی که روزی نصفی از محصول کافه سوپریم رو استفاده میکرد، بعد از 20 روز افزایش قد در حد 2 سانتی‌متر رو مشاهده کردیم برای این فرد. و ایشون حتی افزایش چربی دور شکم چم زیاد بود و اصلا یکی از علتهایی که مشکل افزایش وزن داشت، کاهش انگار قدش افزایش پیدا نمی‌کرد به خاطر همین بود. و به طور حالا چون می‌دونید گانودرما چربی سوزی هم انجام میده، کاهش وزن یعنی کاهش چربی دور شکم هم توی این فرد ما مشاهده کرد. مورد دیگه که داشتیم برای مورد فشار خون بود، خانم 54 ساله‌ای که با وجود مصرف داروهای فشار خون فشارشون همیشه بالای 14 بود و بعد از مصرف تقریبا 12 بسته کافلاته، 12 بسته کافلاته که اونم به این همونده نصفی از کافلاته رو استفاده میکرد و فشار فرد الان بعد از اون مدتی داره استفادهش کنه روی 12 ثابته، یعنی توی این مدت که اتفاده که فشارش الان 12 ثابت قرار گرفته. یکی از مواردی که باز داشتم در کودک 9 ساله‌ای داشتم که آلرژی داشت، حساسیت فصلی، خیلی زود سرما میخورد با هر موردی، بعد مثلا به گل و گیاه اصلا کلن هر چیزی به گرد و خاک حساسیت داشت و با وجودی که ستیریزین، قرص ستیریزین رو روزی 1 عدد استفاده میکرد ولی بیماریش درمان نمیشد و من هر وقت سال قبل اینو میدیدم همیشه سرما خورده بود. از آنان که داره استفاده میکنن شکلات دار 1/3 بهشون دادم، 3 ماه استفاده میکنن آلرژیشون کمتر شده، مصرف ستیریزین قد شده و سرما خوردگی هم توی این مدت نداشتن.
مورد دیگه که وجود داشت خانم 28 ساله که برام خیلی باز این جالبه چون چند بیماری مختلف رو ایشون داشتن. یکی از مواردی داشتن که ایشون نفخ معده یا ورم معده داشتن و کلا در هضم غذا مشکل داشت، یعنی هر وقت غذا استفاده کرد بعد از غذا یا ورم معده داشت ایجاد میشد یا دچار رفلکس ترش کردن به اصطلاح این بیماری بود. و یه بیماری دیگه هم که داشتم پسوریازیس بود که پسوریازیس یه بیماری پوستیه که حالا انواع مختلفی داره و مثلا بعضی افراد ممکنه دچار تاول‌های پوستی بشن، بعضی افراد ممکنه دچار لک‌های پوستی بشن که لک‌های پوستی به مرور از بین میره، ممکن اصلا حتی پوست فرد باقی بمونه و از بین هم نره و از لحاظ چهره بدنی جالب نیست. حالا خود بیماریش بیماری خاصی نیست که بخواد انسان اذیت کنه، ولی اینکه روی پوست اون لک‌ها رو باقی میذاره بیماری جالبی نیست. یکی از مواردش پس پسوریازیس بود، ورم و نفخ معده داشتن و دچار پادردهای شدیدی بودن، هم با وجود مصرف داروهای ایشون به دکتر روماتولوژی مراجعه کرده بودن و مصرف اومگا 3 داشتن، کلسیم و خیلی از مکمل‌های دیگه، با وجود مصرف اونها همچنان پادرد ادامه داشت و یه جلوی افسردگی هم داشتن. این هم بیماری هاشو زیاد بودم میخوام بگم برای کارش چربی دور شکمشون هم زیاد بودم. بعد از مصرف 3 ماهه شکلات دار روزی نصفی الان تمام مواردی گفتم از بین رفته. خودم شیعه انگیز بوده که خانومی از همکارای خودم بودن که ایشون دچار افسردگی شده بودن و اومد به من گفت که من خیلی دوستان افسردم، گاهی اوقات با خودم حرف میزنم که نکنه من روانی بشم، نکنه من چی بشم، همون افکار مزاحم و منفی که گاهی اوقات ممکنه سراغ خیلی از افراد بیاد و اگر کنترلش نکنیم مبتلا به خیلی بیماری ها میشه. من با بانادرمار بهش رو معرفی کردم، گفتم شما میتونید از این محصول استفاده کنیم و چیزی که برام خیلی جالب بود من از هر ساشی یه دونه دادم، گفتم شما هر مدل خواستید که من براتون بیارم. بعد از مصرف یک عدد یک ساشه بانادرمای کافلاته دقیقا روز بعد که ایشون دیدم، حتی تو بخش من نبودن، بخش دیگه کار میکردن، اومدن داخل بخش و جلوی همه همکاران من رو بغل کردن، گفتن که واقعا انرژی گرفتم، افکار مزاحم اصلا پیش از سراغم نیومد، خیلی راحت خوابیدم و الان هم دارم این کافلاته رو استفاده میکنم. مورد دیگه که وجود داشت خانم 35 ساله ای که مبتلا به بیماری لوپوس بودن. بیماری لوپوس جز بیماری های روماتویدی هست، بیماری روماتیسمی هست. ایشون بهشون شکلات داغ رو پیشنهاد دادم، مصرف کردم و الان بعد مصرف 3 ماه، یعنی ابتدا من که بهشون گفتم شکلات داغ ساده کنم روزی نصفی، ایشون با تجربه بخاطر هزینه های مالیش گفتن نمیتونم یه بسته رو استفاده کنم، روزی نصفی استفاده کردم و 3 ماهی که دارن استفاده میکنن. بعد از مصرف انگار 1 ماه، چون از عزیزان خودم بودن، مصرف کل داروهای روماتویدش رو قطع کرد، مثل داروی هیدروکسی کلوروکین که حالا شاید بعضی آشنایی‌ها داشته باشن باش، که دارویی که فوق العاده عوارض داره و یکی از عوارض مهمش که روی چشم تاثیر میذاره و حتی ایشون دچار عارضه چشمی هم شده بودن بخاطر همین دارو. الان مصرف این دارو 2 ماهه که قطع شده و دردهای روماتولوژی اصلا وجود نداره. مورد دیگه که داشتم خانومی از همکاران خودم هستن که بیماری به نام بیماری گیلنباره دارن، نمیدونم کسی آشنایت داره با این بیماری یا نه، یه بیماری عصبیه که فرد دچار احساس ضعف و بی‌حسی و گزگز در اندام ها میشه و اگر بیماری درمان نشه و پیشرفت کنه میتونه به فلج عضلات تنفسی و حتی مرگ هم منجر بشه. ایشون هم همکاران پرستار بیمارستان خودمون هستن
به قهوه حساسیت داشتم. موقعی که گفتم این محصول استفاده کن، گفت من به قهوه حساسیت دارم. گفتم خب نه، این محصول دیگه ای داریم که داخلش قهوه نداره و کاکاو داره. و گفت من به کاکاو هم حساسیت دارم. بعد مثلا هرچی میخورم، حتی با وجود خوردن قرص ضد حساسیت، تبخالی برام ایجاد میشه. گفتم من حالا اینو به پیشنهاد میدم، بخور قرصتم بخور، چیزی برای شما پیش نمیاد. حتی من بهش گفتم بخور قرصم نخور، ولی چون یکم محتاط بود یه بستر خورد، قرصم خورد و شبش با هم تماس گرفت که من اونو که دادی استفاده کردم و جالب بود که اصلا تبخال نزد. در حالی که من همیشه استفاده میکردم موارد بیرون رو، با وجود خوردن قرص تبخال برام ایجاد میشد. بعد بهشون گفتم شما این سری من یه بسته یه دونه دیگه بهتون میدم شکلات رو، این دفعه بدون بسته قرص ضد حساسیت استفاده کن. و اون رو استفاده کردم. دوباره شب بعدش با من تماس گرفتن که من خوردم و باز تبخال ایجاد نشد. و بهشون دادم یه بسته شکلات داغ، الان 18 روز داره استفاده میکنه. جالب اینجاست که نمیتونم پیامو بهتون نشون بدم، همین الان به پیام داد، چون بهش گفته بودم قبل از اینکه تموم بشه به دو تا تنسید به پیام بده که برات بیارم، چون باید هر روز استفاده کنیم. و جالب اینجاست که همین الان به پیام داد که منو به دو تا دیگه شهرام نمونده، لطف کن برام دوباره بیار. و من اصلا میگفت که اینقدر با این استفاده میکنم رژیم کنم، من بهش گفتم حتما رأس صورت خاصی استفاده کن، چون گام درما مثل آنتی بیوتیک و خیلی از دارای دیگه اگر رأس صورت خاصی استفاده بشه تأثیر گذارش بیشتره. و میگه من اصلا ناخودآگاه ساعت 9 دنبال این قهوه میگردم، انرژی بدنم تامین شده، دردهای عضلانی کمتر شده. و این مورد خیلی جالبی برای خودم بود. مورد دیگه که بود، حالا استفاده کردم، فردی که مشکوک به بیماری به نام میاستنی گراویس. بیماری میاستنی گراویس هم یه بیماری عصبی عضلانیه که تقریبا بیماریش نادره. کسی که مبتلا به این بیماری میشه دچار این سری مشکلات، دقیقا همون دردهای عضلانی و احساس بلع مشکل، یعنی غذا رو نمیتونن بخورن، غذا رو اگه بخوان استفاده کنن باید کاملا جویده بشه بعد استفاده کنن. این فرد هم من بهش پیشنهاد دادم، البته هنوز براش تشخیص قطعی داده نشده، آزمایشش ارسال شده به خارج از کشور، چون تا ایران انجام نمیشه و منتظر جواب آزمایشش هستیم. ولی از زمان که داره استفاده میکنه این محصول گانودرما رو، میگه حس بهتری دارم، تعداد لقمه‌ای که میتونم بخورم خیلی بیشتر شده و بله غذا هم بهتر شده. خانم 54 ساله‌ای که چربی خون زیاد، حتی تریگلیسیرید 700 داشتم، بعد با وجود مثلا قرصای آتروستاتینی که استفاده می‌کردن چربیشون قابل کنترل نبود، همیشه تحریق داشتن و از این بابت موضوع اذیت می‌شدن. مصرف شکلات داغ و کافه موکا، هر کدوم کافه موکا اول تقریبا 4 بسته استفاده شد، بعد شکلات داغ استفاده کردن، فعلان چربیشون تنظیم شده و حتی دردی سری دوشان ایست که دردهای دیسک کمر بودن که درداشون هم کمتر شد. یه مورد هم که باز استفاده کردیم برای تقویت و رویش مو، از ایشون هم باز از همکاره خودم بودن، 3 بسته کافه سودی روزی 1 استفاده کردم و الان رویش موهاشون در حالی که قبلا مشکل داشتن که حالا رویش موشون بهتر شده و قشنگ اون موهای جدید ایجاد شده رو می‌بینید برای این فرد. چون آقا هم هستن قشنگ مشخصه. حالا همه به افراد ببخشن، افرادی که این مقدار مشکل دارن رو به من نشون میدن. واقعا توصیه میکنم سوپریم رو حتما استفاده کنید. البته تو مصرف سوپریم باید توجه کنید، سوپریم باید به خاطر جنسیمی که داره ممکنه بعضی افراد به جنسیم حساسیت بدن، اما در همه اینطور نیست. توصیه میکنم حتما یک از بسته رو استفاده کنید. اگه حساسیت ندادید، حساسیتش هم بیشتر به صورت ممکنه حالت
افزایش فشار خون بده یا افزایش ضربان قلب، یعنی ممکن دچار افزایش ضربان قلب بشه و نه خاصیت دیگه ایجاد نمیشه. پس برای کسایی که فشار خون بالا دارن سوپری رو پیشنهاد ندید. یه مورد هم داشتم که فردی بود که بدنش تاول می‌زد، اصلا علتش هم مشخص نبود، به پزشک مراجعه کردم، بهش گفتم من حتما روزی یک عدد سیتریزین که داروی آنتی هیستامین استفاده کنن، بهش پیشنهاد کردم این محصول استفاده کن، دیگه نیازی به استفاده از اون داروی آنتی هیستامین نیست و بعد از مصرف 3 عدد کافه موکا با هم تماس گرفتن که دیگه بدنم با وجود نخوردن قرص تاول نمی‌زنه. یه مورد هم کمکاری تیروید دارم و بیماری آرتریت روماتوئید که دوتا بیماری رو با هم داره و تقریبا 20 روزه داره شکلات رو استفاده میکنه و وجودی که داروهای روماتوئید رو استفاده میکرد درداشت کاهش پیدا نمیکنه، ولی الان بعد استفاده شکلات درداشت خیلی کاهش شده. موارد زیاد بود ولی نمیخوام وقت جمعیت رو بگیرم، بعد با جلسه ای هست. خوشحال شدم از داشتنتون و توصیه میکنم حتما به همه عزیزانتون